بعد مدت‌ها پژوهش در مورد کودک‌آزاری در محلات حاشیه‌نشین به اینجا رسیدم، جایی که 16 سال پیش بزرگترین پرونده کودک‌آزاری تاریخ ایران طی 18 ماه اتفاق افتاد. روزی که این بچه ها رو اذیت میکردی، به قتل میرسوندی، فکر میکردی که یه روزی دوچار این مکافات بشی؟ بله. اینجا اگه مثلا کسی با کسی دشمنی داشته باشه میتونه راحت اینجا بکشونه و بکشه. سلام، خوب هستی؟ من مشتاقیم، مستندسازم. هفته پیش رسیدیم خدمتتون، حضور نداشتیم، با خانومتون صحبت کردیم. ما داریم در مورد ویژه مستندی میسازیم، میخواستم اگه امکانش باشه یه صحبت با شما بکنم در مورد اینکه چه اتفاقی افتاد، چه پیگیریایی کردی و کل روایت قضیه رو داشته باشی. آقای مشتری مزاحم نشدم. من دیگه نمیخوام در مورد این موضوع صحبت کنم. این همه از اون سال گذشته، بچه منم که دیگه زنده نمیشه. خیلی اومدم باهاش صحبت کردم. آلمانم خبر نبر، ما فایده‌ای نداشت. از اون روز که شما اومدید برای خانم مالش بد شده. اسم من یارو جلوی ما میاری دیگه کل مصیبت رو سر من آوار میشه. من شرمندم، نمیتونم صحبت کنم. مزاحم نشو. پرونده بیجه از اینجا شروع میشه. قتل احمد رضا خدری 9 ساله اهل کابل 23/12/81 که مصادف با روز عاشورا بود. یک شخصی، یک کودک 10-11 ساله بوده، روز عاشورا از دسته سینه زن جا میمونه، گریه میکرده، دنبال برادرش میگشته. مجرم به این پسر بچه میگه من میتونم برادرتو باید پیدا بکنم. به این عنوان که میخواد برادرش رو برایش پیدا بکنه، اقبالش میکنه و تجاوز میکنه. بعد از اینکه تجاوز میکنه، به قتل میرسونه. اون روز شبش با برادرم قرار گذاشتیم که آره صبح پشیم بریم زنجیرزنی امام حسین. بعد پدرم به ما گفت که آره پسرم نرین، صبح نرین. ولی ما از یواشکیش بلند شدیم رفتیم صبح سر طرفای 7 راه افتادیم با مسجد زابولی. از همین مسیر ما رفتیم حمزه رضا. اونجا تو حمزه رضا شروع بود، من برادرم رو گم کردم. برادرم اومد سمت خونه. مادرم دیده بود، گفته بود پوریا کجاست؟ گفته بود پوریا که مگه بر نگشته مامان؟ گفته بود نه. اون برگشته بود، گفته بود پدرت تو رو میکشه اگه پوریا رو با خودت نیاری. اونم ترسیده بود از پدرم. تو دادگاه گفته بود آره به احمد رضا خدری رو بعد از ظهر عاشورا موقع نهار ساعت 1 برده بودم سمت کوره آجرپزی. و اونجا وقتی که من گفتم که میخوام بکشمت، ایشون از ترس قلبشون ریستاد و من واسه اطمینان 4 ضربه چاقو بهشون زدم.
راستش بخوای من موقعی که مثلا طرف اول گرفتم بردمش به عنوان، یعنی نگفتم مثلا من اینو میکشم، با خودم نگفتم میکشم، بله بردمش مثلا باش مثلا بهش تجاوز کردم. بعد وقتی بهش تجاوز کردم دیگه بهش سوس شد، مثلا اراده نداره، نمیتونستم مثلا جون نداشتم. با خودم فکر کردم، با همون حال مثلا با خودم فکر کردم مثلا یه ترسی بکنم مثلا چی میشه. گریه میکرد، اون فقط گریه میکرد، میگفت فیلم کن فیلم کن برم فیلم کن برم. من نامه نوشتم به قوه قضاییه و ازشون خواستم که به این اجازه بدن که ما بریم با ایشون مصاحبه بکنیم. کمیته در ابتدا رد شد، ولی بعد با اصراری که ما داشتیم معاون فرهنگی، فکر می‌کنم معاون فرهنگی قوه قضاییه موافقت کرد و ما رفتیم. یعنی روزش تعیین کردن با زندان اوین هماهنگ کردن و این خواهش ما بود یا خواست ما بود که اجازه بدم ما بریم اونجا و با ایشون مصاحبه کنیم. بعد اینکه به قتل رسوند در مزرعه ذرت مخفی میکنه. شب که میشه به این فکر میفته که اگر جنازه پیدا بشه ممکنه لو بره، قتل کشف بشه. میاد مجدد جنازه رو میبره توی کوره میسوزونه و سپس با چکش و سخونا رو خورد میکنه و معدوم میکنه. اولین قتله. دومین مورد در تاریخ 4/1/82 بوده که کودکی اومده از متهم بشکه و تخته بنایی بگیره و برای پدرش ببره. متهم گفته تنها بودم. اومد بشکه رو برد و برگشت تخته رو با فرغون ببره که بهش تعرض کردم و بعد با دست خفش کردم. دو روز بعد رفتم جسد رو با گونی آوردم بیرون و کهنه‌های روغنی و چوب و لاستیک جمع کردم و جسد رو با اونو آتیش زدم. استخونای درشت رو هم با چوب خرد کردم و دوباره اونا رو با استخونای گوسفند و گاو که اون اطراف بود ریختم رو آتیش تا بسوزن. با سلام مجدد خدمت شما و تمام. علی حمزه‌ای با گزارش فروپاشی پلاسکو در ذهن ایرانی‌ها موندگار شده. اما کمتر کسیه که به خاطر بیاره او سالها پیش در جریان پرونده جنایات بیجه در پاکدشت گزارشگر یکی از فاجعه بارترین فروپاشی‌های جامعه ایران بوده. پیچیدگی پرونده‌اش این بود که مثلا یه جایی با سنگ می‌زد تو سر بچه‌ها رو می‌کشت، یه جایی آمپول سیانور می‌زد، یه جایی خفه می‌کرد، یه جایی با چاقو می‌زد. یه خود پیچیده کرده و پرونده رو اصلا شاید اون پلیسی که اول نگاه می‌کرد فکر می‌کرد قاتل سریالی باشه، چون اصلا یک روال عادی نداشت. دومین قتل میتونست آخرین قتل باشه، اما به خاطر سهلنگاری و ناکارآمدی کودک آزاری و قتل ادامه پیدا کرد. شاید سفرچی بهتر از هر کسی بتونه علت این اتفاق رو توضیح بده. ما فوکوسمون و تاکیدمون روی خانواده ها و قربانی های ماجرا بود و سعی کردیم از تحلیل مجموعه شرایط در بیاریم که چطور امکان وقوع این قتل ها در این زمان محدود و در این مکان محدود بدون لو رفتن قاتل به وجود اومده، که نهایتاً هم شد خب همون پایان نامه. ششمین مورد اواخر اردیبهشت 82 کنار کوره آجرپزی آج اتفاق افتاد. بیجه به بهانه نشون دادن جوجه مسعود شیداک رو با خودش برد. اسم مسعود شیداک برای ما مهمه چون پدرش کاری میکنه که یکی از فرضیه هایی که چرا این قتل ها تونستن به راحتی ادامه پیدا کنن رو باطل میکنه. آقای شیداک جز افرادی بچه هایی بودن که افغانستانی بودن و جز چند تا قتل اولیه که اتفاق افتاده. خب همون روزی که بچه گم میشه خانوادهش پیگیری میکنن، با توجه به اینکه میدونستن که دوستی بین این و قاتل وجود داره و یه اطلاعاتی داشتن که قبلش اینا با هم دیده شدن، میرسونن خودشونو به کوره و کل فضای کوره و اطرافشو میگردن که در واقع بچه بعد از قتل هم داخل همون محل نگهداری کبوتر و اینا بوده و همون جام در واقع روشو میپوشونه بیجه. و علی‌رغم اینکه خانواده ها، یعنی همین خانواده آقای شیداک و اقوامشون که با هم رفته بودن داخل کوره به چند قدمی در واقع جسد هم میرسن، ولی نمیتونن پیدا کنن و از اونجا متوجه میشن که یک دو تا بچه دیگه هم مثل اینکه داخل کوره
در واقع چند وقتیه که مفقود شد. واقعا مثلا مورد بود باور نمی‌کنه. اگه اون صحنه رو مثلا فیلم بذاره کنم کسی باور نمی‌کنه. بعد خدای کمه تصویر رو داره. باور کنم مثلا 5 متری بود. 5 متر. 100 نفر با من فاصله داشت. همون 100 نفر اومده بودن دنبال اون بچه که گم شده بود. داشته می‌رسن تو تاریکی. چجوری میشه من 5 متری اونا باشم منو نبینن؟ هر چقدر بچه رو صدا کنم بچه هم جمع داشت با من اهمیت و پرسش اساسی این بود اون موقع که چطور تونسته به طور مداوم قتل‌ها رو ادامه بده بدون اینکه گیر بیفته. یکی از ادعاهایی که دستگاه قضایی و پلیس می‌کردن این بود که چون تعدادی از قربانی‌ها و بچه‌هایی که به قتل رسیدن افغانستانی بودن، خانواده‌های اینا پیگیری‌های متداولی که خانواده‌های ایرانی انجام میدن رو انجام نداده بودن و به خاطر همین دستگاه امنیتی خیلی دیر از تعداد، یعنی اینکه متعدد افراد مفقود شدن مطلع میشه. اساساً ممکنه خود فرد این توهم رو تو ذهنش داشته باشه، مثلا یک معتاد یا یک مهاجر غیر قانونی این ذهنیت و معتاد داره اگر که مثلا کسی ازش سرقت کرد بخواد بره به مراجع انتظامی یا قضایی شکایت بکنه خودش گرفتار بشه، در صورتی که اینطور نیست. یعنی اینطور نیست که هر کس که معتاد شد یا مهاجر غیر قانونی شد حق شکایت نداره. اتفاقا باید به اینا آموزش داده بشه که اگر شما مورد تعدی واقع شدید برای احقاق حقتون ایمنی دارید، مشکلی ندارید، نباید بترسه برای شکایت کردن. در حالی که بررسی اسناد تو همون پایان‌نامه و اینا هم که بحثش اومده نشون میده که آقای شیداک بعد از اینکه خودش شخصا با اقوام و فامیل جستجو رو انجام میده به سرعت هم به کلانتری مراجعه میکنه و هم مهمتر از اون به نماینده پاکدشت مراجعه میکنه. و نکته جالب اینه که علی‌رغم ناکارآمدی دستگاه بوروکراتیک، نماینده پاکدشت روی نامه اون نامه میزنه به فرماندار که با توجه به گزارش که ایشون داده و اتفاقی که براش افتاده خواهشمندیم که ماجرا رو پیگیری کنیم. عمدتاً کودکانی که قربانی جرم شده بودند از خانواده‌های فقیر و فوق‌العاده ضعیف بودند و طوری بود که خانواده‌ها نظارت کافی روی فرزندانشون نداشتند. اینجا فقر که فقط فقر اقتصادی نیست، شما با سطح پایین تحصیلات مواجهی، با فضاهای خیلی کوچیک خونه‌ها مواجهی که شما تمام اعضای خانواده 5 نفره توی اتاق 10 متری 12 متری زندگی میکنن، آشپزخونه یه پیکنیک و یه شیر آب رو تو حیات یا پشت بومه که همون گوشه است، اتاق تفکیک شده ای وجود نداره، فضایی برای فراغت نیست و خب این بچه‌ها بخش زیادی از زمانشون رو تو محیطای اطراف که محیطای مثل همینه، تمام اطراف بافت مسکونی پاکتش پر از همین کوراست، دارن وقتشون رو میگذرونن. هر مجرمی ریسک که دستگیری رو حساب میکنه. طبیعتاً وقتی که ببینه یک نفر از افراد فرودست جامعه هست و دسترسی نداره ترغیب میشه که بیشتر اونجا مرتکب جرم بشه. اوایل سال 82 یه پسر 10-11 ساله تو ماشین نشسته بود و از پنجره با یه سگ بازی میکرد. بهش گفتم میخوای سگو بیهوش کنم؟ سرنگو به دهن سگی زدم و فرار کرد. بچه هم به دنبال سگه میدوید. چیزی نگذشت که به معدن متروکه رسیدیم. سگه دور شده بود. به بچه گفتم نمیخوای دنبالش بری؟ گفت خانوادم نگران میشن که دهنشو گرفتم. میلاد تهانی تنها مقتول این پرونده است که حاشیه نشین نیست. این بچه‌ای که خانواده‌اش تو کرج زندگی میکردن نسبتاً وضع اقتصادی مناسبی داشتن، وسیله شخصی مناسبی داشتن، بچه ظاهر آراسته‌ای داشته، ولی به محض اینکه توی این فضا قرار میگیره شرایط جوری پیش میاد که اونم از بین میره. یعنی خود اینکه حالا خانواده‌ها مرفه بودن یا نبودن
به طور کلی مرفه بودن، فقط این که اونا رو از این فضا دور میکرده ایمنشون میکرده. والا خانواده مرفهی هم که از بیرون اومده خیلی راحت بچهش قربانی میشه. وقتی که قتل اون فرد اتفاق میفته و خانواده پیگیر میشن، خیلی تأثیر داشته توی پیگیری پرونده و کشف جرم به واسطه پیگیری هایی که مادر مقتول میکنه، و اون پیگیری ها باعث میشه که جرم شاید یک درصد خیلی بالایی در کشف جرم تأثیرگذار بوده. رسانه ها خب خیلی بیشتر با اینا مصاحبه میکردن، چون میتونست خیلی راحت حرف بزنه، داستانو توضیح بده، شرایط و فلان و اینا رو. اما صرفا این نبوده، کما اینکه در مورد آقای شیداک هم گفتم اونا هم پیگیری کرده بودن. تا به اینجا 7 قتل اتفاق افتاده. نماینده مجلس و فرمانداری از مفقود شدن حداقل یکی از بچه‌ها مطلعند. ماموران نیروی انتظامی از مفقودیت تعداد بیشتری باخبرند. حداقل 3 خانواده به صورت جدی مفقودیت فرزندانشون رو پیگیری میکنن، اما اتفاق خاصی نمیفته. اونقدر این ساختارها به طور سلسله مراتبی معیوبن که اونم نمیتونه کمکی به روند پرونده و شناسایی قاتل. از اولین قتل تا آخرینش، مقتولین با کلمات ساده‌ای به قتلگاه اومدن. بریم جوجه نشونت بدم، بریم برات بلال بچینم، اونجای سگ زایده. در بیشتر جنایت‌ها بیجه برای کشوندن بچه‌ها به محل جنایت چندان زحمتی نمی‌کشه و اکثر بچه‌ها بدون خشونت با ساده دلی فریبش رو می‌خورن و همراهش میشن. یکی از کیسا بچه تو ماشین نشسته، طرف میاد میگه که بیا سگمو بهت نشون بدم، جایی که فضا بیابونیه، و بچه خیلی راحت با این همراه میشه. یعنی هیچ به بچه اخطار یا هشداری قبلا داده نشده که اگه غریبه ای خواست از تو که باش همراه بشی مقاومت کن، نرو. دو تا مصاحبه داره فرمانده انتظامی پاکدشت تو اون دوره تو مجله های شون سر مفقودیت ها، اینا یک دو تا جلسه برگزار میشه تو مسجد محله، یه اتفاقاتی میفته، مسابقه میکنیم. به مردم احساس ناامنی ندین. به مردم احساس ناامنی ندین یعنی چی؟ یعنی من امنیت رو بیشتر از اینکه یه چیز عینی ببینم که مربوط به وقوع جرم واقعی، چیز ذهنی میبینم. اگه بتونم مردم رو، افکار عمومی رو مدیریت کنم، چجوری مدیریت کنم؟ یعنی نذارم خبرش پخش بشه. اینجوری در واقع مردم احساس امنیت میکنن، اتفاق خاصی هم نمیفته. یعنی یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش، باید خانواده ها به فرزندانشون اجازه بدن که صحبت بکنن اگر کسی بهشون نظر خاصی داره. اصلا نظر خاص رو بیاموزن بهشون. اگر ما به جای اینکه میرفتیم به این سمت که بگیم آموزش پرورشمون، نهادهای اجتماعیمون، مسجد محلمون با آدما آموزش میداد که آقا این خطر رو بیرون هست، ممکنه بچه‌ها مورد آزار جنسی قرار بگیرن، اگه از این فضاها عبور کنن ریسک مثلا چه بدونم جرائم مختلف بالاتره. ویژگی های محیطی موضوع دیگه ایه که ارتکاب قتل ها رو تسهیل میکنه و باعث کشف نشدنشون میشه. توی همچین آرایش فضایی شما ترکیبی از ساختمون‌ها، فضاهای باز، کوره‌ها، کارگاه‌ها رو به صورت نامتقارن و در هم بر همی دارین. یعنی همون کوره آج که اتفاقات توش افتاده، در فاصله چند صد متریش بلوک‌های بزرگ مسکونی است، یعنی محله هست، و بچه‌ها برای بازی به این کوره ها مراجعه میکنن، یا در مسیر عبور از خونه به مدرسه مجبورن از کنار این کوره ها عبور بکنن. خب این چه ویژگی داره؟ به اینا میگن فضاهای بیدفاع شهری. یعنی اگر تعرضی، جرمی، آزاری، خشونتی اینجا اتفاق بیفته، خیلی فرق داره با اینکه توی خیابون اتفاق بیفته. توی خیابون کاسب هست،
عبور آبرای عبور کننده هستن، گشت پلیس هست، نور کافی تو شب هست، ولی توی همچین فضایی مخصوصا شما اگه اینجا رو شب تصور بکنی هیچ کدوم اینا نیست. نه تنها هیچ کدوم اینا نیست، بلکه غیبت همه این عناصر ما میگیم فضا یا محیط رو برای جرم خیلی مساعد میکنه. در اون ایام کلانتری پاکدشت نامه هایی به شهرداری مینویسه که مناطق بیدفاع رو جمع کنن، اما هنوز که هنوز این مخروبه های متروکه وجود دارن. شب اگه بیای از اون دور می‌بینی دیگه آتیش می‌کنه اینجا می‌شینن، جرأت نداره کسی از اینجا رد شه. اوایل بهمن 82 با علی غلامپور کنار آب صدف پاکدشت وایساده بودیم. علی داشت مواد تزریق می‌کرد. منم روبروی بشکه سازی وایساده بودم که وحید امنی که 10 یا 11 سالش بود و از قبل میشناختمش و ترک زبون بود و دیدم. صداش کردم، گفتم توله سگ میخوای؟ گفت کجاست؟ گفتم لای درختای اونجا یه سگ زاییده. با من اومد پیش درختای انار. وسط باغ که رسید دستشو گرفتم و کشیدم به طرف خودم و دستمو گذاشتم جلو دهنش. غلامرضا امنی، پدر وحید امنی. اون روزا و شبای زیادی کارگری کرده تا تونسته خانوادش رو حفظ کنه. خودش میگه یه دختر و 4 پسر دارم. وحید بچه 4 بود و 10 داشت. ظهر 8 بهمن 82 از سر کار به خونه رفتم. وحید جلو اومد و گفت بابا کارنامه‌مو گرفتم و 3 تجدیدی آوردم. تعجب کردم چون درسش خوب بود. بعد که کارنامه‌شو داد دستم دیدم همه نمره‌هاش خوب شده. نگاش کردم، برق شیطنت تو نگاش موج می‌زد. از جیبم یه 500 تومانی در آوردم و بهش جایزه دادم. بعد از نهار دوباره رفتم سر کار. ساعت 6 عصر وقتی به خونه برگشتم خانومم گفت وحید نیست. خواستم عکسشو تو روزنامه چاپ کنم. روزنامه‌اش برای آگهی 200,000 تومان. حتی بعضی از این بچه ها مثلا خانواده هاشون در حد بودش که اون زمان مثلا 5,000 تومان پول نداشتن. یعنی در کل خانواده هاشون 5,000 تومان یکیشون بوده وقت صحبت هایی که میکرد یعنی قد فقیر بودن. قتل 16 احسان زارع بود. با علی غلامپور دم آجرپزی آج نشسته بودیم. با دوچرخه اومد. گفت اومده با مهدی برادر کوچیک من بازی کنه. به بهونه نشون دادن کبوتر او رو به لانه کبوتر بردیم. دهنشو گرفتم. چون داداشم باهاش رفت آمد داشت. اونم مثلا یه مسیر بود. خونم اون مثلا خونه ما تو بیابونی بود. خونه اون مثلا تو شهر بود. از اونجا اومده دادن بعد مثلا میومد ما رو کوتوال از میکردن. اون رو تنها اومد. کمتر از 1 از شروع جنایت ها میگذره. 19 جنایت اتفاق افتاده که طی اون 13 کودک مورد تجاوز قرار گرفتن و به قتل رسیدن. 3 دیگه از قربانی های او بزرگ سال بودن و 3 هم از چنگ مرگ فرار کردن. یکی از این 3 معتاده و ضارب رو میشناسه، اما حتی دوستاش هم به ادعاش اهمیتی نمیدن. همه قتل ها توی یک منطقه نچندان بزرگ از پاکدشت اتفاق افتاده و قاتل بدون کمترین مزاحمتی به کودک آزاری ها و جنایت هاش ادامه میده. پلیس که به خانواده هم گفته بچه هاتون فرار کردن، گذاشته رفته، اصلا چیز قابل پیگیری اتفاق نیفتاده، یک مسئله و نزاع خانوادگیه. اون موقع مثلا بعضی از خانواده ها میگفتن وقتی ما اومدیم دادگستری شکایت کردیم از دادسرا شکوایمون رو بردیم که اصطلاحا توی مرجع انسان میگن مرجوعه بهش، میگه وقتی ما مرجوع بردیم اونجا مثلا یه مأمور به ما دادن فقط در حد 10 اومدش با ما یه خیابون گشتش و گفت دیگه خب نیستش دیگه بریم. واقعا اینا جدی نگرفتن موضوع رو. تو قتل 6، 7، 8 اینا بعد جمع میشدین کشف میشد، اما خب نیومدن جدی بگیرن. مشکلم روی هم این بود که مثلا
به خیلی خانواده میگفتن آقا بچه من گم شده، میگفتش که آقا برو پیداش کن حتما میاد، جمعه شنبه بیا. در این جستجوها خانواده های 4 نفر از بچه های مفقود شده با هم آشنا میشن. خانواده های سجاد ستوده، یونس ملاکی، احسان زارع و محمد قدیمی. اونا برای پیدا کردن بچه هاشون ناگزیر میشن یه راه نامتعارف رو امتحان کنن. مراجعه به مقامی که قاعدتا نباید نقشی در پیگیری چنین پرونده‌ای داشته باشه. امام جمعه پاک دشت. این راه حل غیر متعارف باعث میشه امام جمعه موضوع رو برای اولین بار به شورای تأمین ببره که مهمترین نقش رو در تأمین امنیت هر شهر داره. هر جور جرائم بیشتره، حساسیت نسبت به جرائم خردتر کمتره. اسفند 82 در شورای تأمین فرماندار از فرمانده انتظامی میپرسه چرا مفقودیت ها گزارش نشده؟ او جواب میده از اونجایی که مفقودیت جرم نیست گزارش نشده و از نظر سازمانی این موضوع به بیرون از سازمان گزارش داده نمیشه. شما به حرفهای دادستان پاکدشت در جلسه اول شورای تأمین اگر مراجعه کنید کاملا واضح میگه من نمیتونم سرمو بلند کنم بعد از 6-7 مفقودیت. شما فکر کنید بچه خودتون اگه گم شده بود چیکار میکردین؟ علیرغم اینکه پلیس میگفت خانواده ها پیگیری نکردن و ما نتونستیم اینو بگیریم، ما میبینیم خانواده ها پیگیری کردن و نهایتا پیگیری خانواده ها منجر به دستگیری قاتل میشه. پدر احسان زارع همچنان با سخت کوشی دنبال فرزندش میگرده و به کارگرای کوره آجرپزی که آخرین بار احسان برای رفتن به اونجا خونه رو ترک کرده مشکوک میشه. 25 اسفند کمتر از یک ماه بعد از مفقود شدن احسان و یک سال بعد از قتل اولین کودک، علی اکبر بسیجه سرکارگر کوره آجرپزی آج، پسرش محمد و یک مرد افغان با اعلام مظنونیت از سوی پدر احسان دستگیر میشن. اون پدری که رفت به خانوادهش گفت، به همسرش گفت بچه ما کجا رفته؟ گفت خب با فلان کس رفت دوچرخه بازی کنه. رفت فلان کس رو پیدا کرد. کی بود فلان کس؟ برادر بیجه بود. گفت خب با بچه من کجا رفت دوچرخه بازی؟ خیلی راحت گفت ما رفتیم توی خونمون دوچرخه بازی کردیم، بعد رفتیم خونمون. بعد چی شد؟ بعد من اومدم بیرون، پسر شما موندش با برادر من که کبوتراشو تماشا بکنه. خب این قشنگ میرسه به اینجا که آخرین فردی که با بچهش تماس داشته این آقا بوده. خب رو همین، خب شما بعدش چی شد؟ این وقتی که کبوترهای شما رو دید شما چیکار کردی باهاش؟ کجا رفت؟ میگه از خونه رفت بیرون. چه ساعتی رفت بیرون؟ بعد تو کجا؟ با یک تحقیقات ظریف و قاطع میشد اینو کشفش بکنن. خیلی راحت میشد قضیه کشف بشه و منجر به این فاجعه ملی نشه. بعد دست به هم شکایت کردم. خب منم گرفتم. بعد از بابا چشم خاطر که داداشم همکلاسیش رفت آمد داشت، خب همکلاسیش گم شده بود، شک کرده بودم به داداشم. دست بابا شکر کرد. تحقیقات کاملی ازش انجام نمیشه و اونچه که ما پیگیری کردیم و متوجه شدیم این بود که به واسطه کثرت کار، یعنی شعبه‌ای که پرونده رو رسیدگی میکرده شعبه بازپرسی، حدود 1000 پرونده موجودی داشته. به واسطه کثرت کار حالا وقت نمیکنه قاضی، رسیدگی انجام نمیشه به صورت کامل و در کلانتری هم تحقیقات خوبی انجام نمیشه به مراجع انتظامی. نهایت امر متهم آزاد میشه. تحقیقات درست حسابی نکردن. اینجور درست حسابی نبودن. واقعا بیان تحقیق کنن. چیز در مثلا یه چیزای ساده مثلا از مردم میشنیدن همون قبول داشت. شما با این نگلکشن، با یه جور بیتوجهی ساختاری که مرحله به مرحله، و نکته عجیب در پژوهش شما این بود که اول کلانتری بیتوجهی میکنه، میگه آقا گم شدن پیدا میشن، بعد شورای تامین شهرستان همین بیتوجهی رو میکنه، میگه قتل و اینا خیلی نیست، مفقودیت میگردیم پیدا میکنیم، بعد که میگردن پیدا نمیکنن نامه میزنن به آگاهی استان یعنی تهران بزرگ که آقا به ما سگ بدین، ما فکر میکنیم بچه ها کشته شدن و باید جسدها رو پیدا بکنیم تا از طریق اون قاتل رو پیدا کنیم و جلوی قتل های بعدی رو بگیریم. استانم میگه مسئله قتل منتفیه، سگم نداریم بدیم، موضوعم چندان موضوع حساسی نیست، شما مسئله مفقودیت رو پیگیری کنید. خب اینجا دیگه با قصور فردی مواجه نیستیم. 20 مرداد بیجه دوره پرهیز 50 روزه بعد از آزادی رو تموم میکنه و دوباره دست به کار میشه
به نظر میاد بعد از دستگیری تصمیم میگیره محل جنایتهاش رو عوض کنه. تمام جنایاتی که در این دوره اتفاق میفته در محدوده باغناری و نزدیک کانال آبه. بعد از قتل هفدهم و قبل از آخرین جنایت پسر دیگه ای رو هم به داخل باغ میکشونه و بعد از تجاوز با سنگ به سرش میکوبه و دهنش رو با گل پر میکنه. اما متوجه میشه که کسی از دور داره به سمتش نگاه میکنه. همونجا کودک رو رها میکنه و فرار میکنه. در واقع اینجا سه قتل آخر به طور همزمان اتفاق میفته که از چند نظرم با قتل‌های قبلی متفاوته. سه پسر بچه برای فوتبال بازی کردن و شنا به سمت کانال آب اومدن که بیجه اونها رو میگیره. در اعترافات اولیه مدعی شده بود با همدستش علی باقی این کودکان رو آزار داده و کشته، اما تو دادگاه این اعتراف رو پس گرفت و مدعی شد جنایت آخر رو به تنهایی مرتکب شده. مشخص هم نیست که دستیاری داشته یا نداشته، یعنی نهایتا این امر هم مشخص نشد. تصمیم میگیره که در واقع بعد از تجاوز به بچه‌ها اونا رو به قتل برسونه. البته ابهام‌های زیادی هم وجود داره که چطور تونسته به تنهایی سه نفر رو به قتل برسونه. گرفتن بیجه خودش اصلا یه پرونده است، تبدیل شده به یک افسانه. بیجه رو روایت‌های نیروی انتظامی چند تاست، روایت‌های دادسرا چند تاست، اما اون چیزی که من میخوام بگم روایت خانواده هاست. اون سه تا خانواده‌ای که آخرین سری بچه‌ها هستن، یه افغانی، دو تا ایرانیه. افغانی پدرش خودش پلیس بوده تو افغانستان، بعد از اون وقایع افغانستان مجبور میشه افغانستان ترک کنه. یکی از اولیای دم که خودش قبلا پلیس بوده و تجربه داشته، با تحقیقات که انجام میده و ظاهرا وقتی که فرزند خودش مفقود میشه بررسی میکنه که چطور این بچه مفقود شده؟ یه شاهدی وجود داره، دو تا بچه دیگه که می دیدن که این بچه‌ها رفتن طرف اون باغ اناری. اینا شروع میکنن به گشتن، میرن چیزی پیدا نمیکنن. اتفاقی میرسن به علی باقی. به علی باقی میگن که خب بچه‌های ما رو ندیدی. علی باقی میگه که برو بابا، هر کی بچه‌اش گم میشه میاد خره منو میگیره. من ندیدم. برو برو آقا وایسا. این باعث شک اینا میشه. میرن به نیروی انتظامی میگن ما به هر کی رسیدیم گفتش که این بچه‌ها رو ندیدیم یا دیدید، برگشتن گفتن که نه ندیدیم، اما اینی که دیدیم ناراحت شد، عصبانی شد، داد زد، میشه اینو بگیرید. اینجا یه اهمیت ویژه دیگه ای هم که داره اینه که در حوزه استحفاظی در واقع پلیس تهران، شهر تهران قرار میگیره و به خاطر همین پرونده‌ای که در مورد این قتل‌ها تشکیل میشه در کلانتری، در شهر ری اتفاق میفته و نهایتا بعد از دستگیری مجرم هم به اونجا منتقل میشه. در واقع یه جورایی یه عده از تحلیلگرا و خود ما فکر میکنیم که اینکه این قتل اینجا اتفاق افتاد یه عاملی بود برای اینکه مجرم دستگیر بشه. شروع میکنن به بازجویی کردن این حرفا. علی باقی یکی دوتا آدرس علکی میده، کتک که میخوره یکی دوتا آدرس علکی میده و میرن و چیزی که دستشون نمیرسن. به طور اتفاقی میگن که این دوست یه نفریه که ما به شک داریم. بیجه بیجه توی سر کوره آج نشسته بوده، داشته بیابون رو نگاه میکرده با دوربین شکاری. یه مأمور میره بهش مظلوم میشه ولش میداره میاره. شما با یه تراکم ساختاری، یعنی این همه زمین بایری که اطراف بافت مسکونی داره میبینی، خب این داره از یه جور فراموشی بزرگ صحبت میکنه. این فراموشی تو دستگاه امنیتی هم هست، تو دستگاه قضایی هم هست، تو آموزش پرورش هم هست. شما وقتی میرفتی به مدرسه مراجعه میکردی که آقا پارسال این اینجا ثبت نام کرده بوده، سال بعد ثبت نام نکرده. خب شما رفتی از خانواده پیگیری کردی که بچه چرا ثبت نام نکرده؟ اصلا یه جوری
یه همچین سوالی براش بیمعنیه. ایجه تا اونجایی که من شناختمش یه جوون آروم ساکت بدون دوست با یه دنیا عقده. یعنی موهبت نمیدی؟ من از کوچیکی رو از کیا هیچ موهبت نمیدی؟ دوتا پایی هستی دیگه پدر مادر برادر خواهرم فامیلا تو چند سو بهتون مادر کنی؟ سه سالم سه سال. اون موقع اثر نداشت، نمیکنم. من خوب وقتی بزرگتر شدم دیدم کم بود دارم. یه چیزی کم بود. این کم چه خیلی. مثلا هر جو میرفتم، اصلا فامیلا میگفتن تفله که صغیره. مثلا چیزی ندارم، به هنوز سر کنم. یه چیزی مثلا یه چیزی که میگفتن اینه مثلا خنجر بود. اینها خودشون هم زندگی مرفعی نداشتن، از خانواده‌ای بودن که همین کنار به صبح حاشیه نشین بودن. خیلی آروم بود، خیلی به قول گفتنی ساکت بودن، کار میکردن، آدمای زحمتکش هم بودن، آدمای خوب هم بودن. خود بیجه چطور بود؟ خودش هم همونجا خیلی سربراه بود، خیلی صبرم خیلی خوب بود، برفت با همه معاشرت داشت، با همه رفت آمد داشت، کس از هیچ نیده بود. ما حتی تو جیب یا تو دست کسی سیگار هم ندیدیم که مثلا بکشه بگیم خدا نخواسته یه چیزینا. بیجه اون چیزی که خودش گفت یک کودکی خیلی خیلی وحشتناک داشت، یه پدر سختگیر. حالا کار به سواب، چون این بچه کاره، یعنی از 10-11 سالگی تحصیل رو رها کرده بود، تا پنجم ابتدایی خونده بود تحصیل رو رها کرده بود. خودش میگفت خیلی دوست داشتم بخونم و کار میکرد. یکی دو سری صحبت هایی از نحوه کتک خوردنش میگفت. میگفت یک بار بیهوش شدم کامل، یک بار دست و پام شکست، با میله کتک خورده بود. تا موقعی که برفرض این بچه ها را که دیگه جنازه ها را که مثلا چند تایی که نیروی انتظامی پیدا کردن و دیدن، ما باور نمیکردیم کار این باشه. شما چی از این ندارم تیم دارم؟ من میدیدیم سربراه بچه خوبیه، داره کار میکنه، مشغوله، با همه معاشرت داره، با همه رفت آمد داره، که مثلا یه موقع خود نخته با کسی دعوا کرده باشه، ما ندیدیم. ببینید در رشد روانی ما همیشه عقیده ما برای اینه که تا سن افسردگی پایه های رشد روانی ریخته میشه، اون فونداسیون اصلی، اون 7 سال اوله. دو پایه خیلی محکم داره، یکی مادر، یکی پدر، که خود این داره میگه من از 3 سالگی مادر نداشتم و بعدش هم پدری که پدر نبود. نمیتونه بگیم این شخصیت داشت اصلا، یعنی ما بخواییم بگیم که چه نوع شخصیتی میتونه داشته، بیشتر یه شخصیت پارانوید، یعنی یه شخصیت سوءظنی، یه شخصیت توأم با خشم. نبودن مسائل عاطفی خوش آسیبه، حتما نبود که کسی رو کتک بزنه، نبود محبت آسیبه. بزرگترین آسیبی که آدم دید این که مادر نبود و پدر همه پدر خشمگین، کتک زننده و بی تفاوت بود. اطرافیان اینها هم بیمارن، احساس عدم امنیت آسیبه. نبودن یه دوستی که بتونه راحت باش حرف بزنه، بتونه کسی باشه که در کنارش احساس حمایت بکنه، احساس آرامش بکنه، اینا همشون آسیبه. دوست واقعی نه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. مثلا رفت آمدی، ولی یه دوست داشتم، خیلی خوب دوستش داشتم، اونم یه سال میشه باش دوستم. با اون دوستی چجوری بود؟ دوستی با اون چجوری تعریف کنی؟ خیلی خوب بود. عین داداش بود. نه داداش تنیم بود، با هم نزدیکتر بود. بعد از یه سال نیم دو سال فکر کنم خودکشی کرد. چند سالش با اون کاری؟ 4 سال شد. خاطر با خوابش مشکل داشت، با خانواده‌اش. اصلا رفته بود پاتی یه مش مثلا یه کاری شده بود که سفت کاری شده بود. بعد مثلا در چند سالش بود اون موقع؟ 4-5 ساله بود. پاتی مثلا عراخوری و مواد کشی و مثلا دوزی اون یه چیزا شده بود دیگه، کم آورده بود. با حیوانات شروع کرده بود، تا اونجایی که خودش گفته بود با حیوانات شروع کرده بود. همیشه میگفت من یه آمپور سیانور دستم بود. قبلا از این سگ میداشتم، مثلا جوری نبود که مثلا بیلم سریع سگ رو بگیرم و بگیرم، نه مثلا سگ رو میوردم نزدیک خودم نازش میکردم و سگ رو من نگاه میکرد، من باید شرف میزدم سگه. چی میگفتی به سگ؟ مثلا گفتم حیوانه که الان خواب میلی باور میکنی؟ مثلا
یه چیزایی صحبت کردن باش. حالا دیدم هیچ عکس عمل نداره. وقتی مثلا سرنگ می‌زنم تو دهنش تو بدنش دیدم دیگه تموم کرد. بعد به این بچه هم که می‌رسیدم مثلا بچه‌ها هر چی گیرم بدم من می‌شدم این همون سگه اینا می‌شدن این هم مثلا جای من. هر چی صحبت می‌کردم من نمی‌دونم. تحقیقات در مورد جنایت بیجه در حال انجامه. بیجه با جزئیات به قتل‌ها و جنایاتش اعتراف می‌کنه و محل انجام قتل‌ها یا اختفای اجساد رو نشون میده. خیلی هم یادش بود که مثلا کدوم کودک چه لباسی تنش بود، کدوم رو کجا کشتم، کجا دفنش کردم. تمام رو توی خاطرش داشتش. همه رو نوشته. یعنی اگه این موقعیتی برای درس خوندن این بچه وجود داشت و میتونست درس بخونه شاید خیلی موفق میشد. اما خب وقتی حاشیه زندگی کنی تو حاشیه میمونی. بازپرس ویژه این پرونده خیلی مصاحبه میکرد اون موقع. به شدت هم رسانه ها تحت فشار میذاشتن چون خب بالاخره یه موضوعی بود که این هفته نامه های زرد و اینا هم خیلی علاقه داشتن دیگه. دیگه اواخر تو مصاحبه داشت ویژه با انیشتین و اینا مقایسه میشد که آقا این خیلی آدم باهوشی بوده، خیلی آدم توانمندی بوده و اگر مثلا شرایط اجتماعی مناسبی وجود داشت این میتونست یک نابغه دانشمند فلان و اینا تبدیل بشه. نه ببینید، آدم باهوش آدم کش نمیشه، امکان نداره. اون هوش تو زمینه کشتن کار میکرد، ولی تو زمینه های دیگه صفر. سعی میکنن رو ویژگی های مجرم فوکوس بکنن و با باهوش نشون دادن اون هم این فراموشی ساختاری، بی‌توجهی ساختاری رو یه جوری به حاشیه ببرن که کسی روش فوکوس نکنه و هم به جامعه اطمینان بدن که ببین با از بین رفتن این دیگه امکان تکرار یه همچین مسئله‌ای وجود نداره دیگه. و تونسته موفق هم شده بودن. یعنی خود خانواده ها، مثلا یکی از خانواده هایی که ما رفتیم مصاحبه کردیم، خب این خانواده ها یه بچه که نشتن، چند تا بچه داشتن دیگه. و این مثلا بچهش رو میخواست بفرسته مدرسه، این استاد ما ازش پرسید خب الان تو نگرانی نداری این بچه این مسیری که از اینجا، چون یکی از قطعا اصلا مسیر برگشت بچه از مدرسه، مادرش هر روز میرفته یه روز نمیره و خب این مسیر در کنار کوره ها بوده و همون یه روزی که نمیره این میره با بچه صحبت میکنه و یه جوری گولش میزنه و میبره و نهایتا به قتل میانجام. خب مادره جواب داد که اینجوری جواب داد، گفت ببین خب بیجه رو که دستگیر کردن و خب وقتی اونو دستگیر کردن یه تهدیدی بیرون وجود نداره. اما بیجه هم خودش قربانی خاموش جنایت هایی کشف نشده بود. سنش سالگی با من بود، مثلا با من کار کرده بود. سن 8 سالگی با من کار کرده بودن، سنهای بزرگ با من کار کرده بودن، مثلا درده نخودن. سن 12 سالگی هم این کار کرده بودن. میگه این کار کرده بودن، یعنی مثلا فکر میکنی زورکی یا علاقمند شده بودی؟ نه زورکی. تجاوز مخصوصا در بساب سنهای پایین تا 7 سالگی، البته بعدش هم همینطوره، ولی تجاوز خیلی مهمه. وقتی به فردی تجاوز میشه یعنی در حقیقت شما شخصیت یک فرد رو منفجر میکنید، تیکه پارش میکنید، تیکه تیکه میکنید اون شخصیت رو، یه شخصیتی نمیمونه. و اگرم بمونه چیزیست در ناخودآگاه، و اون در ناخودآگاه چیه؟ خشم، نفرت، سرخوردگی، عصبانیت، که بعد منجر به این میشه که خب باید یه نوعی باید انتقام بگیره. اولین بار تو روستا بودیم، یکی بود همسن نبتران از 18 ساله و اونه تخمار کرده. و من مثلا کپی بره تخمار بودم، منو برد بزن تو دبیلش. خب بعد اون وقت تو فکر نکردی بیایی به پدرت بگی یا به خانواده بگی؟ من اینجا آخه من بگیم چیه؟ من با بابام رابطه نداشتم. یعنی احساس میکردم بابا ندارم، پدر ندارم، یعنی مثلا مادر ندارم، کسی ندارم بهش مثلا درد دل. بار دوم داشتم زایات جمع میکردم، خیلی اتفاقی تو بیامون مثلا گیرو مثلا گیر انداخی مثلا یه طرف غافل گیرم کرد.
من یک نفر بود. من آیا این دو تا متوازی جنسی شما داشته؟ بازو بود؟ بله. خب یه بودی چقدر نقش داشته که تو این مسیر رو بزنی؟ نقش داشته زیاد نقش نداشت. زیاد نقش زیاد بیسته. بله. بعد از اون احساس خشم نکردی که تو هم یه همچین کاری رو اون موقع نه. اینجا مکانیزم های دفاعی روانی داره کار میکنه. امکان نداره که شما ببینید که مثلا بچه های در سن 5 سالگی هاش ریسی مورد تجاوز قرار بگیره و بی تفاوت در کنارش بگذاره. مطمئنا نه. خب اینا میره تو ناخودآگاه و وقتی هم داره این صحبت میکنه یعنی از مکانیزم دفاعی روانی انکار یا دینیال داره استفاده میکنه. چیزای مثلا جالب بهتر میکنم یاد بگیره مثلا کار چی مثلا تجربه چی تجربه راجبه مثلا تجربه آدم کشی از اون کشدنه داشت لذت نبرد نه از تجاوزه اون تجاوز انجام میداد به قصد انتقام و خوشم نمیدونست قوه قضاییه نیروی انتظامی و دولت سه نهاد مسئول در پرونده جنایات علیه کودکانن. واکنش اولیه این سه نهاد سلب مسئولیت از خود و مقصر قلمداد کردن دیگرانه. حجت الاسلام رئیسی معاون وقت قوه قضاییه با اعتراض به این فرافکنی ها میگوید با هر شخص یا مسئولی که در این موضوع قصور یا کوتاهی کرده باشد قاطعانه برخورد خواهد شد تا عبرتی برای دیگران شود. به مسئولان و دستگاه‌های مرتبط با حادثه هم می‌گوییم که از فرافکنی و اتهام به طرف‌های دیگر بپرهیزند. ضمن اینکه اصل اتفاق نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است. لازم است این پرونده در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و عاملان آن مجازات شوند. باید به علل وقوع این حادثه از جمله رفع مشکلات معیشتی، فقر اقتصادی و فرهنگی و مشکلات بهداشتی توجه شود. اگر در زمان خودش اقدام مناسب بشه، هشدار مناسب داده بشه، پیگیری مناسب بشه، ما شاهد بروز جرم و تخلف و فسادی که امروز در برخی از کیس‌ها شاهدشیم نخواهیم شد. با گذشت زمان و پدیدار شدن ابعاد گسترده جنایت، حجم قصورات سازمانی و کوتاهی‌های فردی قابل انکار نیست. حالا مقامات مسئول ضمن عذرخواهی و دفاع از خودشون به ایرادهای ساختاری هم اقرار میکنن. همچنین برخورد با مقصرین و دلجویی از خانواده‌ها در دستور کار قرار میگیره. تخلفات مرتکب شده بودن، سهل‌انگاری‌هایی که کرده بودن، اون قصورشون رو در مقام ضابط قضایی خود ما رسیدگی کردیم و حکم صادر شد. قالیباف در دیدار با خانواده‌های قربانی‌های پاکدشت میگه به مردم پاکدشت تسلیت میگویم، از آنان عذرخواهی میکنم. از همان روز نخست پیگیری درون سازمانی پلیس آغاز شده است که اگر کوتاهی شده باشد آن را به دستگاه‌های مربوطه و مراجع صالح رسیدگی معرفی کنیم. اول بگذارم چرا که ما در انقلاب و نظام اگر امروز مسئولیتی هم داریم به برکت زحمات و تلاش‌های همین ملت ما و مخصوصاً محرومین هست. دادگستری پاکدشت طبقه پایین یه دادگاهیه. ما گفتن نیروی انتظامی داره دادگاهش پرداخت میشه ما دروا کردیم همه رفتیم تو یه نفر داشت از خودش دفاع میکرد یکی از مسئولین داشت از خودش دفاع میکرد ردیف اول هم اون فرماندهان نشسته بودن در که باز شد اینا برگشت نگاه کردن ما رو دیدن فرمانده انتظامی پایتش سرهنگ بلند شد گفتش من به خاطر قصور محاکمه نمیشم من به خاطر ایناست به خاطر این خبرنگارا دارم محاکمه میشن. آقای علیزاده همون روز معارفه بنده که سخنرانی کرد ایشون خب خانواده‌اش در یک تصادف از دست داده بودند. گفتش که اونقدر که تو این پرونده من ناراحت شدم و قلبم ناراحت شد واقعا ناراحت قلبی هم پیدا کرد ایشون. من به خاطر خانواده خودم همچین مشکلی واسم ایجاد نشدم همچین ناراحتی نداشتم. حجت الاسلام علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران در مراسم تودیع و معارفه مسئولین دادگستری پاکدشت میگه تمام خدمات 25 ساله قضایی من با چنین فاجعه و کوتاهی زیر سوال رفته است و من شرمندم و تمام قصوراتم رو میپذیرم برای اینکه بفهمیم چه فاجعه‌ای رخ داده است باید خودمان را جای یکی از این افراد بگذاریم
20 خانواده به دنبال بچه‌های گمشده خود می‌گردند. البته در دفاعیات چون خیلی‌هاشون می‌گفتن که به واسطه مثلا نبود نیرو بوده، فقدان امکانات بوده، اما به هر صورت دلیل نمیشه. دادگاه جانیان پاکدشت در دادگاه کیفری تهران برگزار میشه. بیجه آروم آرومه. مثل همون روزا که به کمک خانواده‌های کودکانی که کشته بود میومد. یکی از اون فریادهایی که تو دادگاه تو دادسرا زدن این بود که تو زمانی که ما دنبال بچه‌مون می‌گشتیم با ما داشتی می‌گشتی. اینقدرم قیافه موجه آروم خوبی داشت که مثلا همه هم اطمینان می‌کردن. مثلا میگفت این محله رو من می‌گردم، به خاطر میگفت باشه پس اون محله رو من می‌گردم. اینقدر اطمینان می‌کردن. خانواده هایی که ماها بی خبر از فرزندانشون بودن، حالا باید چگونگی رو بودن، آزار و قتل بچه هاشون رو در دادگاه بشنون، چیزی که از توانشون خارجه. مادری با گریه گفت نمیخوام جزئیات قتل بچه هامونو بشنوم. بیجه با خونسردی صحبت خانواده ها رو میشنوه. وقتی که اون خشم میرسه به این که دیگران بکش بکش بکش، من برای خوشم یه چیزی بی تفاوت شد. ضمن اینکه این آدم اصلا انگیزه‌ای برای زیستن از دیدگاه من نداشت. فردی که از همه اینا محرومه چه ترسی بود از مرگ داشته باشه؟ ببینید از دیدگاه روانی نقاشی بیانگر درونیات فرد. در نتیجه ما اون روز گفتیم خب حالا بیا یه نقاشه بکش و پذیرفت. خیلی جالب بود، یعنی من داشتم نگاه میکردم نقاشیشو، یک خیابون داره میکشه که داره تنگ میشه و بعد میرسه به یه تونل تاریک. شما اطراف نگاه میکنید تمام درخت ها همشون برگشتن، یعنی همشون، شما هیچ گیاهی رو نمیبینید، گیاه سرزنده که به طرف پایین باشه، همشون به طرف بالا. وقتی که نور هست و سرزنده است، گیاه به طرف بالا روش میکنه. ولی اونجا نگاه میکنیم میبینیم گیاه ها همه به طرف سرزنده، یعنی همه چیز در حال مرگه. خب حالا جاده‌ای که یه کمی ابتدا مثلا گشاده، بعد همینجور باریک میشه وارد تونل میشه، تونل مرگ. یعنی داره ذهنیتی که الان داشت اون موقع داشت قشنگ تو نقاشی چابک. غیر از مرگ و سیاهی چیز دیگه شما رو نمیدونه. این فرد اونقدر منحرف شده بوده که دست به هر کاری میزد، یعنی اگر که ادامه پیدا میکرد شاید بیش از اینها به قتل میرسوند افراد رو. اگه دست من بود دوست داشتم یه دفعه استادیوم آزادی با جمعیتش برم. دست من نیست که این که واقعا مثلا میگن مثلا فلان بیجه مثلا عجب جنایتکاری، عجب مثلا فلان به شاک دارن شده، یه این حرفا همش حرفه، نه مثلا چیزی نیست، واقعا بعد از خدا بترسیم. وقتی کسی به این سادگی داره میکشه برای خودش هم دیگه معنی نداره، اون مرگ برای خودش هم دیگه واقعیتی نداره. ضمن این که یه بهانه هم اینجا داره از نظر روانی که ما میگه به اسم مکانیسم جبرانی روانی جبرانی که میگه ما آدم باید خدا بترسه. شما ببینید اینجا تضاد و یا کانفلیکت رو چقدر واضح داره بیان میکنه. میکشه بچهای مردم، بی تفاوتی در اون حد، بعد میمه آدم باید خدا بترسه. یعنی مکانیسم دفاعی جبرانی است که خب اینجور آدم ها مورد ازش استفاده میکنه. پس آدمی با حجم آسیب بیجه رو هم میشد نجات داد؟ میشه، برای چرا نمیشه؟ ولی از همون دوران کودکی باید اینا رو در نظر گرفت. از همون دوران کودکی باید اینا رو پوشش داد. حتی در اون زمانی که من خودم مسئولیت هایی داشتم، هر جا میگفتیم کسی گوش نمیکرد. بودجه میخواد، پول میخواد، علاقه میخواد، دلسوزی میخواد، خیلی چیز دیگه میخواد. دادگاه رسیدگی به جنایات پاکدشت به جلسات پایانی میرسه. مفقودیت کودکانی که روزی نتونسته بود توجه یک درجه دار نیروی انتظامی یا یک دادیار دادگستری رو جلب کنه، حالا به تیتر یک اخبار و دغدغه مسئولان عالی کشور بدل شده. تمام جنایات با اقرار بیجه و باقی اثبات میشه. رأی همون شب ساعت 10:45 صادر میشه. بیجه به شلاق و قصاص
و باقی به شلاق و 15 سال حبس به خاطر آدم ربایی محکوم میشه. بعضی از خانواده ها به جای قصاص دیه میخوان. یکی از چیزهای دیگه که مثلا فقر خانواده ها رو نشون میده، شاید حالا خیلی دردناک هم باشه، مثلا اون موقعی که ما تازه بیجه دستگیر شده بود و ماجرای اعدام دیگه نزدیک بود، وقتی مصاحبه میگرفتیم، دغدغه اصلیشون در مواجهه با این واقعه این بود که مسئله دیه چی میشه. قاضی آورزاده رئیس دادگاه با اشاره به اینکه تعدادی از اولیای دم مطالبه دیه دارن میگه بیجه و علی خودشون محصول فقر و محرومیت هایی هستن که از کودکی شامل حال اونها شده. پرداخت دیه بر عهده کسانیه که میتونستن این هزینه رو برای بیجه و بیجه ها بکنن تا از تحصیل و زندگی باز نمونن. آقای سراج اون زمان رئیس دادگاه کیفری استان تهران بودن. پیشنهاد دادن که بهتره که به خانواده ها دولت دیه بدهند. در اصل یه قصوری انجام شده، یک صدمه اینها خوردن و میدونید که از نظر حقوقی زمانی دولت دیه میده که جسد مسلمانی یافت بشود و قاتلی پیدا نشه، یعنی ما قاتل رو شناسایی نکنیم. اونجاست که از بیت المال دیه پرداخت میکنیم به خاطر احترام به خون مسلمان، که خون مسلمان هدر نره. ولی اینجا قاتل وجود داشت، قاتل وجود داشت و باید قصاص می شدش. اما با پیشنهادی که شد به عنوان یک مساعدت به خانواده ها از طرف آقای سراج که رئیس دادگاه کیفری استان تهران بودن، خانواده هم همه گفتن ما دیه می خواهیم. اون موقع هم مبلغ دیه حدود 21 میلیون تومان 21 خورده بودش و در اون زمان واسه اون خانواده ها خیلی پول زیادی بود. بیجه مجددن و این بار در دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی الارض محاکمه شده و محکوم به اعدام میشه. اون موقع که داشتی افراد رو میکشی، بچه ها رو میکشی، چه احساسی داشتی؟ زحمت کشی مسیر رو باز کنی یه لحظه. چه احساسی داشتی اون موقع که داشتی بچه ها رو میکشی؟ یه لحظه مسیر باز کنی. توضیح بده؟ باشه من بیا. خود کوره آج برای چند تا از این خانواده ها، خصوصا فکر کنم دو تا خانواده، تبدیل شد به مزار بچه هاشون. دو تا خانواده ها تا مدت ها، فکر کنم تا حتی یکی دو سال، پنجشنبه می اومدن اون کنار این کوره آج می شستن، مراسم برگزار می کردن. این داخل کوره وقتی که بسته میشه، آجرا رو می خوان بپزن، 48 ساعت در اینو می بندن. 48 ساعت دمای 600 درجه 700 درجه وقتی تو اونجا باشی دیگه امکان نداره حتی خاکستر دم دست بیاد. واسه یه بچه 10-11 ساله رو بدونید اون تو هیچ چی دیگه دارن. 4 تا از این جسدها پیدا نشد، 4 تا قبر خالی دادن به خانواده ها. مادرها می اومدن میگفتن اونجا اصلا ما هیچ احساسی به اونجا نداریم. یه مادر به من گفتش که قبر بچه من اینجاست. تا مدت ها می اومد همون کنار کوره آج میشست، خیلی خیلی تلاش کرد که این کوره برای همیشه بسته بشه، به یه نمادی تبدیل بشه، اون نشد. 4 تا استخون دادن با یه جمجمه، رو جمجمه یک ذره مو بوده با رد دندونا، از دندونا تشخیص داده بابام که آره این جمجمه پسرمه. هیچ نوع خدمات مددکاری، مشاوره، روانشناسی و بعدش قربانی غیر مستقیم هن اینه دیگه، مستقیما کشته نشدن ولی به صورت غیر مستقیم آسیب دیدن. تنها کاری که دستگاه قضایی کرده اینه که مجرم رو اعدام کرده و فکر میکنه بعد از اعدام مجرم دیگه هیچ مسئولیتی نداره. و جاهای دیگه هم، یعنی فقط دستگاه قضایی نیست، پلیس هم هست، مدرسه هم هست، بهزیستی هم هست، از طرف دستگاه‌های رسمی هیچ نوع خدماتی به اینا داده نشده. خانواده ها چه قبل از وقوع فاجعه و بدتر بعد از وقوع فاجعه در شرایط بحرانی زندگی میکنند. Thank you.
دیگه آخر سال رسیده بود، من خودم به شخصه اصلا انتظار نداشتم این اعدام انجام بشه. میگفتم میرن برای اردیبهشت یا بعد از اردیبهشت سال بعد. یه دفعه اعلام شد که قراره 4 روز مونده به عید اعدام بشه. روز اعدام ویژه، خب از صبح که اومدن جلوی دادگستری مراسم اعدام انجام شد و مردم هم جمع شده بودن. محترم شهرستان، رئیس اکثرا اجازه جلو اومدن نمیدادن، در سقیل هم اونجا اومده بود. باشه ما رو با لاسی گاته میدن. حول و حوش ساعت 9 دیگه اووردنش برای مراسم. خاطرم هستید که وقتی که مجرم رو می آوردن برای مراسم اعدام، باید یه صد ضرب شلاق هم به عنوان حد درش اجرا می شد. فکر کنم یا 3 یا 4 بار بیجه توی اون صد تا نشست. اون نشستنا رو من متوجه می شدم با صدای جمعیت، یعنی وقتی که می افتاد جمعیت یه هورای یه چیزی صدای خیلی فریاد می زد. روزه تموم شد و لباسش رو تنش کردم. یه نفر دوید یه چاقو زد رو کتفش. فکر برادر یکی از بچه‌ها بودش که از روی نرده‌ها پرید و مجرم رو با چاقو مورد حمله قرار داد. مسئول قوه قضاییه خیلی ناراحتی بودن، ناراحت بودن. حتی یکی چون من شنیدم گفتش که آقا مجبوریم مراسمو نگه داریم. گفتش مجبوریم مراسمو نگه داریم، اگه میخواد شکایت کنه میتونه شکایت کنه، چون بالاخره چاقو رو خورده. تو خود بیجه من جلوش باش صحبت کردم، گفتش نه اجرا. خیلی راحت پذیرفته بود که بعد اعدام بشه. اون تناب آبی رنگ آویزون بود و قرار شد که یکی از خانواده ها بندازه گردن میشه. مادر میلاد اومد اون تناب رو گرفت، فشار میداد. حالا من به فاصله شاید 7-8 متری وایساده بودم، داشتم فقط نگاه میکردم. فشار میداد و هی داد میزد، چرا بچه من، چرا بچه من. خیلی اصلا دستاش میلرزید یه جوری، هی داد میزد چرا بچه من، فقط به من بگو چرا بچه من. قشن رخ به رخ بیجم هی سره چشاشو میدوزید، یعنی نگاه نمیکرد. هی سره اینجوری، اما صورتش هی سره این سعی میکرد نگاه نکنه به مادر. انداخت گردنشو، همه رفتن عقب، رفتن عقب و چرشقه شروع کرد رفتن بالا و رفتن بالا و رفتن بالا. من دیگه ارتفاعی بیشتر از این ندیدم تو اعدام. انگار قوه قضاییه، نیروی انتظامی، همه میخواستن بگن ببینید ما این رو اعدامش کردیم. حدوش نزدیک ساعت نزدیک های ظهر بود دیگه مراسم اعدام انجام شدش و واحد خاتمه پیدا کرد. راما گفتن فردا صبح قرار توی همین ساختمان دادگستری پایتخت دیا پرداخت شد. ما همون روز به کارمندان گفتیم چه کار رو بنویسن، تلفنی هم خانواده ها رو خواستیمشون. طبقه دومی سالن بزرگی بود، خانواده ها نشسته بودن، یکی یکی قرار بود برن امضا کنن و چکو بگیرن، چون سهم پدر، سهم مادر، سهم خواهر، برادر سوا بود. اونجا وقتی که چه کار می‌خواستیم بهشون بریم داشتیم آماده می‌کردیم، یک دفعه ساعت 4-5 بعد از ظهر شده بود. بعدم صدای جیغ و شیون مادرها همه با هم شروع شد. جو میرا افتاد، 50-60 نفر آدم داد می‌زدن، اسم بچه‌هاشون رو صدا می‌کردن. اصلا خیلی وحشتناک بود. اصلا بهتون بگم وحشتناک‌ترین حادثه 20 سال خبری من بود. جیغ 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 جیغ. من یه دفعه گفتم به تصویر داده، گفتم بیا بریم، جای ما اینجا نیست. اون روز هیچ گزارشی ندادم، حتی خبر مکتوبم ندادم، گفتم اصلا ولش کن. یه مقاله‌ای نوشتم، جای ما اینجا نیست. تو مقاله گفتم که زمانی که شما خانواده ها، تمام خطاب این مقاله به خانواده ها بود، جای ما اینجا نیست. گفتم که اون زمانی که بچه هاتون رو گم میکردید ما نبودیم، اون زمانی که دنبال بچه هاتون تو این بیابون ها میگشتید ما نبودیم، اون زمانی که رفتید
نیروی انتظامی به پاسگاه گفتید که آقا بچه‌هامو گم شده، هیچ کس تحویلتون نگرفت، ما نبودیم. اون زمانی که رفتید دادسرا به قاضی گفتید آقا بچه داره گم میشه، ما نبودیم. گشتید ما نبودیم. جنازه های باد کرده و تیکی تیکه رو که پیدا کردید ما نبودیم. حالا که میخوان یه 2000 بهتون بدن، ما اومدیم اینجا وایسادیم داریم فیلم میگیریم، میخوان پخش کنیم که پول بهتون بدن. جای ما اینجا نیست. اون روز نبودیم، الانم نباید باشه. ولی خب نهایتا دیا همون روز پرداخت شد بهشون و گرفتن چکاشون رو رفتن به زندگیشون ادامه بدن. داستان بیجه با اعدامش تموم نمیشه. داستان بیجه هنوز ادامه داره. کی دوباره این حاشیه دوباره یه بیجه دیگه بیافرینه معلوم نیست. دو سه تا بچه ها مسابقه کردیم، ما مسابقه کردیم. مردم از سختی زندگی اینجا میگفتن. سختی زندگی کردن تو حاشیه. تو حاشیه اون وقت تو یه 20 کیلومتر بری اونورتر شهر تهران رو ببینی با امکاناتش، بیا اینورتر اینجا رو ببینی هیچ. حالا الان اینجا رو نگاه نکنید ها، بعد برگردید به 14-15 سال پیش که این اتفاق افتاد. خیلی الان اینجا به پیشرفت کرده، بهتر شده، مغازه چیزی، شهر بازی تو میبینید. اون روزا با می اومدید اینجا میدیدید تا ببینید کجا بود اینجا. اینجا وضعیت درست ندارن بچه ها. خانواده اگه وضعیت مالیشون درست باشه دستشون به دهنشون برسه، بچه هاشون میفرن مدرسه و تابستون ها میفرستن سر کار. اگه وضعیت درست نداشته باشن مدرسه بی مدرسه سر کار میفرستن، حالا هر جا شده، تو این کوره ها یا تو کارگاه. حالا آزار جنسی و جسمی بهشون برسه اصلا واسهشون مهم نیست، مهم اون پولیه که براشون میارن. و اگه یه قاتل دیگه مثل بیجه پیدا شه راحت میتونه یعنی از اونم بیشتر بکشه، چون اینجا هنوزم همونطوریه. اگر بخوایم با جزئیات دقیق‌تر نگاه کنیم شرایط به نظر میرسه بدتر هم شده. خب جمعیت حاشیه نشین یا اسکان غیر رسمی در کل ایران افزایش پیدا کرده. وضعیت اقتصادی به نحوی بوده که به خاطر خشکسالی، به خاطر بحران اشتغال، فشار جمعیتی بیشتری رو این فضاهای اطراف شهرهای بزرگ دارن تحمل میکنن و تحول ویژه‌ای هم توی سیاست قضایی یا سیاست انتظامی ما در برخورد با جرائم و مسائل اجتماعی که توی این فضاها جاریه دیده نمیشه. دولت ما باید خوب پیشگیری کنه به هر شکلی که میتونه، به هر روشی که میتونه، با گماردن ها رو مسئولین بهداشت جوان در مدارس، در محله ها، در روستاها، در شهرها، در حاشیه ها بذارن و از نظر خوب روانی این بچه ها رو تحت پوشش قرار بگیرن. ما ناگزیریم از اینکه بپذیریم این واقعیتی که واقعیت اجتماعی ماست ابعاد تاریکی داره و در مورد این تاریکی ها به این تاریکی ها خیره بشیم و در مورد این تاریکی ها صحبت. توسعه حاشیه نشینی محصول مشترک دولت هایی بوده که سالها پشت به پشت بر سر کار اومدن و حالا اگه قرار باشه این وضعیت سامان پیدا کنه، اول از همه عوض شدن مسیر توسعه ایه که حاشیه یکی از تولیدات همیشگیه.